سلام، وقت شما بخیر. برنامه دیگری از مجموع برنامه‌های آپاراتچی رو از سایت آپارات خدمت شما ارائه می‌کنیم. مهمان برنامه امروزمون رو با اجازهتون با دیدن بخشی از یکی از مشهورترین تجربه های نقش آفرینی او خدمتتون معرفی میکنیم. ببینید. بله، همونجوری که دیدین آقای امین زندگانی، دوست عزیز ما و از بازیگران خیلی خوش اخلاق و خوش رفتار که یه خوردم کمیابه در فضای سینما و تلویزیون و تئاتر، که حالا راجع به مجموعه تجربه‌هاش امروز به اتفاق صحبت می‌کنه. برای من باعث افتخاره، به دو دلیل که در خدمتتون هستم. اینکه مقابل شما نشستن و راجع به سینما صحبت کردن یک سعادتی است که نصیب هر کسی نمیشه. خیلی خوشحالم که این اتفاق برام افتاد و اینکه توی برنامه آپاراتچی در خدمتتون هستم و قراره که یه اتفاقات خوب بیفته و حرف قشنگ بزنیم. این سعادتی که نمیدونم در حق کی چی کار کردم که نصیب من شد و امروز در خدمت شما اختیار داریم. من خیلی خوشحالم. تصویرهایی که دیدیم از سریال مختارنامه آقای داوود میرباقری و نقش معروف مسلم ابن عقیل بود، شاید به دلیل در واقع اهمیتی که این نام در فرهنگ زیستی مردم ایران، حتی نه لزوما فرهنگ سنتی یا فرهنگ مذهبی، اصلا در زندگی مردم، حتی اگر کسی الزاماً اهل حضور در محافل آیین مذهبی نباشه، به دلیل اهمیتی که این نام داره خیلی با حضور شما پیوند خورده. یعنی حتی مثلا اگه برامونم تعریف کنی جالبه، مثلا میدونم جاهایی تو دعوت میشی که مجلس و جلوپات پا میشن به عنوان اینکه مسلم اومد. و میخوام یه خورده کلی‌تر درباره این حرف بزنیم که توی کار تاریخی مذهبی بازی کردن نقشی که اینجوری سابقه ذهنی داره برای مردم، به نظر چه تفاوتی و چه حساسیت‌هایی داره در قیاس با نقشایی که خیلی هم مثلا خوب بازی شدن و تثبیت شدن، مثل مثلا قیس ابن مسهر که آقای فرمرز غریبیان در شاید اولین فیلم تاریخی مذهبی بعد از انقلاب، فیلم سفیره سفیر آقای حبیب کاوش بازی، آقای معذرت میخوام فریبرز صالح زنده یاد بازی کردن و فیلم تاثیرگذاری بود در زمان خودش. ولی قیس ابن مسهر به هر حال نام شناخته شده ای در بین مردم تو محافل مذهبی نیست، با وجود اینکه شرایط و اتفاقی که براش افتاد خیلی شبیه حضرت مسلم. خیلی هم هنوز وقتی راجع به در حقیقت حضرت مسلم صحبت میشه، خیلی از دوستان فکر میکنن که آقای غریبیان نقش مسلم رو بازی کردن. عرضم حضورتون دقیقا این نکته که شما اشاره کردین، سال 83 وقتی قرار بود که مختارنامه شروع بشه، من با یک نقش دیگری قرار بود بکنم به این مجموعه. نقش یکی از فرماندهان سپاه مختار بود، نقش طولانی بود، از ابتدا تا انتهای سریال قرار بود حضور داشته باشم. تا یه روز آقای میرباقری به من یه پیغامی دادن که من میخوام نقش رو عوض کنم. من سوال برام پیش اومد که چیزی شده، اتفاقی افتاده؟ گفتن نه، یه نقشی هست، من یه سری پیشنهاد دارم، نمیخوام اونا رو و فکر میکنم این نقش رو تو میتونی در بیاری، ولی این نقش فرمانده رو من به هر جوانی بدم. اون موقع که ما جوانتر از الان بودیم، 13 سال پیش دقیقا، میتونه توی یه نقش فعال بشه، ولی این یه نقش خاص رو. گفتم جسارتاً چه نقشیه؟ گفتن که حضرت مسلم. من سکوت کردم. بعد گفت 6 ماه هم با من کار داری و من خیلی متاسفم از این بابت، ولی خب این نقش رو من خیلی دوست دارم. بعد از نقش مختار جز نقشایی که من بهش عرق دارم. بعد من با سکوت کردم، گفتش که چیه دوست نداری؟ گفت نه آقای میرباقری، من میترسم. گفت چرا میترسی؟ گفتم اینکه یه تصویری وجود داره توی ذهن مخاطب که این تصویر برای همه هم خیلی مقدسه، هم خیلی خصوصی و شخصیه و من نگران اینم که من خدشه وارد نکنم. خب من خودم زمانی که توی کانون پرورش فکر کودکان و جوان داشتم دوره میگذروندم، زمان دانشجوییم، تعزیه دو طفلان مسلم رو دیده بودم، تعزیه خود مسلم رو دیده بودم و احساس میکنم که خب این یه به قول فرمایش شما خیلی عجین شده با در حقیقت فرهنگ شفاهی مردم و تصویری که دارن. خودم من نگران این بخشم. خیلیشون محبت کردن، حدود فکر میکنم دو ساعت با هم حرف زدیم، به من اعتماد به نفس دادن و تست گیری ما انجام شد. رفتیم در حقیقت کاشان، آران و بیدگل و فاجعه بعدی اتفاق افتاد. گفتن که سریال مختار با پلان ورود حضرت مسلم باید کلید بخور. من این کلن هرچی گفتم آقا یه دقیقه، گفتم که آقای میرباقری یه پلان از بیابون بگیریم با من شروع نکن. گفتن نه، من میخوام اصلا به خاطر این اسم و اینها این سریال با در حقیقت ورود حضرت مسلم اتفاق بیفته.
من اینقدر استرس داشتم اون روز اول. خب یک پروژه بزرگ تلویزیونی که نظیرش شاید تا سالهای دیگه هم اتفاق نیفته، اولین پلانش با من قرار کلید بخوره و نقشی که از اونم هراس دارم به همین دلیلی که شما فرمودین. اون روز اصلا نتونستم صبحونه بخورم، نتونستم نهار بخورم، فقط فکرم آب خوردم و اون صحنه که من میافتم خیلی نزدیک با حال عمومی خودم تو اون لحظه بود. ولی در ارتباط با نقش مسلم من همیشه یک چیز رو عرض میکنم که شاید اولین باره که دارم جلوی دوربین این رو میگم. اگر اتفاقی برای این نقش افتاد، هم نقش انقدر قشنگ نوشته شده بود که فکر میکنم هر بازیگر دیگه اگر این سعادتی که نصیب من شد نصیبش میشد کنار همچین کارگردان بزرگی با این نقش قشنگ که بک‌گراند تو ذهن مردم داره ورود میکرد به همینقدر دیده میشد. و اینکه به نظر من اسم حضرت مسلم 90% ماجرا رو حل کرد، یعنی اینقدر این اسم بین مردم عزت داره که با اون نگاه به این نقش نگاه کردن. وگرنه من خب در شروع تجارب کارهای حالا نقشای بزرگی هم بود، همیشه اینو به عنوان کار خودم اعلام نمی کنم، نه اینکه از این اداهای خاص بخوام در بگم نه این نقش خیلی قداست داره، نه واقعا من میگم اون اتفاق چون من نمیدونستم دارم چی کار میکنم و این هراس تا لحظه آخر، تا پلان آخر، تا زمان پخش سریال که 2.5 سال بعد از آخرین ضبطی بود که من داشتم سر این کار پخش شد، همراه من بود که مردم چی فکر میکنن. این تو ذهن مردم هست، من خدشه وارد نکنم، که خدا رو شکر خود اسم انقدر آبرو داشت، آبرو ما هم خرید و اتفاقات خوبی افتاد، مردم خیلی دوست داشتن و این اتفاقم بله برای من پیش میومد که جاهایی به خاطر این اسم دعوت بشن و من حذر کردم. یعنی تا همین امروز هم معمولا وقتی میفهمم به این دلیل میخوان من رو دعوت بکنن سعی میکنم نرم، حذر دارم از این کار. ولی خب باز محبت مردم بوده. چرا به نظرت یه جور مثلا ریاکاری میشه یا نه ریاکاری؟ ببینید به هر حال هر آدمی خودش رو داوری میکنه دیگه. شاید این جمله رو من با آقای بهرانی هم سر ملک سلیمان گفتم برای یه پیامبر بازی کردن شاید یه آدم باید با یه رویه خاص بیاد، من اون رویه رو فکر کنم ندارم، من میدونم تو زندگیم چی کار کردم، چرا خطا کردم فلان، دلم نمیخواد همین سوء تفاهم برای خودم پیش بده که من ویژگی خاص مثلا ماورایی دارم که مردم به احترام میذارن، جنبهشو ندارم، یعنی پرد مثلا یه بی جنبه بازی در من فکر کنم خبریه و فکر کنم این خبریه به خاطر خودمه، معمولا دوست ندارم. یه نقشی بوده تموم شده رفته و مردم خیلی محبت دارم، من هم از این محبت خیلی خوشحالم، ولی دوست ندارم تبدیل به این شه که احساس کنم دارم یک استفاده غیر اعتقادی میکنم ازش. اصولا من با کار بازیگری موزل رو دارم، یعنی دوست ندارم کسی من رو به خاطر بازیگریم دوست داشته باشه، دوست ندارم کسی به خاطر بازیگریم به من احترام بذاره، دوست دارم به خاطر شخصیتم، اگر قابل احترامم، اگر رفتارم درسته یا اگر خطایی میکنم به خاطر بازیگریم چشم‌پوشی نکنه. بام در حقیقت دوستم عادی زندگی بکنم. اصولا هم یکی از وسواسای من برای اینکه خیلی تو جمع‌های سینمایی کمتر حضور پیدا میکنم و کنار دوستانم متاسفانه خیلی وقتا نیستم، اینه که بجز اون لحظه که جلوی دوربینم بقیه ماجرا بازیگری اصلا دوست ندارم و این همیشه آزارم میده، چون اصولا بچگی خجالتی بودم، هنوزم هستم. خب الان چند تا موضوع جالب پیش اومد که من میترسم یادم بره. یکیش اینه که یه قصه ای فقط بگم که شاید خودت هم ازشون شنیده باشی. آقای داریوش ارجمند گاهی میگه که مردم که لوس دارن مثلا یکی میخواد یه چیزی رو مثلا کرایه ماشینی رو حساب نکنه، بعد از اینکه من اصرار میکنم مثلا یهو حالا از یکی از این دوتا نقش یا مالک اشتر یا حضرت عبدالعظیم در سریال و فیلم مسافر ری میگه آقا مثلا ما که از عبدالعظیم پول نمیگیریم مثلا، یعنی دیگه میگه نمیدونم چی بگم واقعا، برای اینکه من خیلی خجالت میکشم یه جوری چیز میشم، عرقم گرمم میشه. ولی این یه خورده ایرانیه این موضوع، یعنی جزء ابتدا فکر کنم چارلتون استون برای بازی در نقش موسی همچین وضعیتی داشته در صنعت هالیوود نمیدونم، ولی در فیلم ده فرمان. اما به هر حال تصور میکنم که این اون بخشیه که اتفاقا بازیگرا حالا نگیم استفاده ولی به هر حال باهاش زیاد مسئله‌ای ندارن. از اون طرف ماجرا مثلا اگر کسی بابت مثلا خدا رحمت کنه خانم جمیله شیخی یا اگه گاهی مردم در اون حالا فضای ساده تر یا بگیم ساده دلانه تر دهه 60 بابت بازی کردن در نقش یک مثلا مادر شوهر بد اخلاق مثلا تو خیابون تو بیرون، خودش تعریف میکنه مثلا یه بار تو صف نونوایی مثلا بد باش برخورد میکردن، خب طبعا بازیگر
دلازرده میشه، ولی از این طرف ماجرا خیلی کسی بعدش نمیاد. این برام خیلی جالبه که میگی که بازیگری در خود محدوده جلوی دوربینش برای من جالبه، چون که خیلی واقعا این سودایی که حالا راجبش هم حرف میزنیم، هم من درگیرشم تو تدریس این عرصه ها، هم خودت با بحث آموزشگاه و اینا و تجربهش هم داشتی، این سودایی که این بچه ها در سر دارن خیلی اوقات به خاطر ایناست. یعنی این پوانه، این امتیازی که توی جامعه، رانتی که شاید گاهی رانت های نانوشتهی که به دست میارن و برخوردهایی که آدم ها میکنن میشناسنش، بفرمایید جلوتر بشینید، بفرمایید چیه این وجهی که یه خورده اگه بخوایم خودشناسانه تر جذاب هست، نمیتونیم در حقیقت من نمیتونم کتمان کنم که بگم جذاب نیست. من اصولا از تو چشم بودن خوشم نمیاد، یعنی همیشه دوست دارم یه زندگی خلوت و خصوصی خاص خودم داشته باشم. در طول این سال هم هیچ وقت هیچ عکس رو جلدیش، بعد از موقعی که من خب با خانم عبدالرزاقی ازدواج کردم، عکس رو جلدی از من با خانواده‌ام یا با کسایی که بخش خصوصی زندگی منو تعریف میکنن نبوده. برای اینکه فکر میکنم نه، بخش خصوصی زندگیم دیگه مال خودمه، لحظات خصوصی مال خودمه. یه بخش عمدهش اینه که اون خلوتی رو که همیشه دوست داشتم خب بازیگری از من گرفته، نه اینکه شهرتش جذب نباشه، نه اینکه کمک حال من نباشه. چرا، حتی خارج از ایران بارها مثلا برای کار رفتیم، اتفاقات خیلی جالب و جذاب افتاده به خاطر نقش مسلم توی لبنان. من تجربه جذابی داشتم اونجا، فکر نمی‌کردم تو جنوب لبنان مثل تهران منو بشناسن و اینقدر احترام بذارن. حتی یه منطقه‌ای بود که به دلایل حالا خاص فیزیکی اون منطقه اجازه فیلم برداری ندادن به گروه. بعد ما بازیگر لبنانی هم داشتیم، رفت صحبت کرد، گفتن نه اصلا نمیشه، منطقه حالا حالت امنیتی داره. بعد کارگردانم گفت الا بله من این تپه رو می‌خوام. بعد ما رفتیم جلو، گفتیم که من مثلا فلانی هم نه، خیلی احترام گذاشتن، اون آدم وایساد، ما فیلم برداری کردیم و اجازه رو به ما داد. حالا تا اتفاقات بعدی تو مغازه تو فلان، یعنی خودشون شناختن در جد. بله. یا تو عراق رفته بودم برای جشنواره کربلا. اینا خوبه، جذاب، دوست داشتنی. برای نسل جوانم خب شهرت یک بحث جذابی، احترامی، همه احترام دوست دارن. یعنی من فکر میکنم برنامه‌های تلویزیونی محک خوبیه، مجری که به مهمانش یا به مردم، به بیننده‌اش احترام میذاره برنامه‌اش جذاب‌تره. مجری که اشتباهاً میره تو بخش خودمونی شدن، که متاسفانه در فرهنگ ما خودمونی انگار رفته به سمت بی احترامی، یه خورده برنامه رو تلخ میکنه و حاشیه درست میکنه. مردم ما تشنه احترامن. به طب وقتی یک نوجوانی میخواد دوره بلوغش رو بگذرونه، میخواد سری از سر رو در بیاره، این شهرت برای جذابه. و متاسفانه مسیر بازیگری یه تعریف غلطی شده که مسیر ساده است برای دستیابی به این شهرت، و میان به این طرف و وقتی میان میبینن با یه حالا ماجرای مواجه میشن، بحث حالا تخصصش به کنار، بحث روابطش به کنار، بحث سیاست‌های کاری به کنار و بازار کار به کنار، اینا وقت سختی کارو چند برابر و حتی خود شهرت هم الزاما شهرت مثبت نیست همیشه، و بسیار حاشیه، دردسر، دست انداز داره و بهش فکر نمی‌کنن از قبل، تصور می‌کنن یه مقدار شاید الان شهرت داره یک ذره مسیر کم و بیش درست‌تری میره. شهرت اصلا جذابیتش به این دلیل که ثروت میاره، یعنی در تمام دنیا کسی که مشهور میشه پویسترش یک ثروتی میاد. در ایران این اتفاق حداقل تا برای بچه های مثل هم دوره های من که حالا دهه مثلا 70 اومدیم توی این حرفه، ورود کردیم، حالا مطرح شدیم، حداقل اون موقع به اون شکل نبود. بله، دستمزدهای بازیگری بود که همه میگفتن خیلی کلان است، و اگه کلان بود نمیدونم چرا ما الان دفتر سه طبقه تولید نداریم و نمیدونم هزار تا ماجرای دیگه. ولی الان داره یک مسیری پیدا میکنه، یعنی یه تایمی تبلیغات که یکی از بخش‌های درآمدساز بود برای افراد مشهور به دلایل غیر تخصصی ممنوع شد و لطمه زد به اقتصاد ما. الان که بحث رونق اقتصادی هست، حالا تو این رکود ارتباطات خارجی که به وجود اومد و انشالله حل هم بشه به زودی، تبلیغات نقش مؤثری داره. ما میتونیم از حضور چهرهامون توی مطرح کردن برندهای داخلمون استفاده کنیم، اما این مدیریت درست میخواد که نشده بود تو این سال. داره الان به صورت اتومات یه سری اتفاقات میفته که حالا میتونیم بگیم خب جذابیت شهرت برای جوانها هم یه مقدار یک شب رای صد ساله رفتن است از لحاظ اقتصادی. وگرنه تو ایران حداقل بچه‌ای که هم دوره من بودن دهه 70 ورود کردن به این حرفه، میدونن شهرت خیلی چیز جذابی نیست، آرامش رو از زندگی شما میگیره و در ازاش چیزی به شما نمیده. بله، تو صف بانک جلوتر میرید،
جایی که مثلا حالا تخلف رانندگی بکنین، بخوریم تصادفاً به یک مأمور راهنمایی که خیلی فرهنگ دوست هست و اینا، یه چشمی رو هم میذاره، یه لبخند، یه عکس یادگاری و خدافظ. ولی واقعا اون حالات همیشه نیست، ممکنه وقتی به شما بگه آقا شما چرا، دقیقاً نصیحتم میکنم، بعد شما هم سر فردنزی پایین و اینا، انگار که چند خاطره بعدم بله چند تا خاطره. به همین بحث الگوی جامعه که این به نظر من نقشی که به زور داره تفویض میشه به هنرمند. هنرمند قرار نیست الگوی جامعه. ما اگر قرار الگو هم باشیم، فقط به عنوان یک الگوی در باب پوشش، همون بحث تبلیغاتی و ظاهریم. الگوی اخلاقی نباید باشیم، به این دلیل که شاید من فردا یک نقش منفی بسیار بد بازی کنم، ناچارم یه سری تجربه رو داشته باشم. و این متاسفانه نه در مدیران فرهنگی اونجا افتاده، نه در بیننده های ما جا افتاده، و نه در سیاست های فرهنگی، که یه مقداری هنرمندان علل خصوص در عرصه بازیگری نیاز به یک سری تجربه دارن. البته این باعث سوء استفاده نشه فردا مثلا چون برن تو خیابون یکی، بله همه اینا حد و مرز داره، حد و مرز استاندارد خودش. ولی به هر حال ما دوره تحولی رو داریم میگذاریم، یه دوره گذاری است که باید رد بشیم ازش تا یک سری تو چیز توی جامعهمون جا بیفت. از اون موضوع عکس مشترک با خانم الیکو عبدالرزاقی روی جلد مجله نداشتن که حرف زدی، من می‌خواستم یه اشاره بکنم. اونو دارم، نه اساساً اون رو یکی دو تا دارم. مشابهی که خودت راجعش حرف زدی که اساساً توی اون ممکن است که از تصویر استفاده بشه، ولی فردیت از زندگی خصوصی آدم ها نیست. شخصیت حقوقی من اونجا داره کار میکنه، شخصیت حقیقی من. دقیقاً. توی صحبتی که درباره تست گریم گفتم حرفا یادم نره از لابلای صحبتت، یکیش این بود که راجب تست گریم مختارنامه که حرف زدی، معیارها چی بود؟ من یعنی مثلا بر چه مبنایی میشه فکر کرد که الان این گریم درسته؟ ما شواهد، اسناد، تصویر، سازی‌های حالا قدیمی چیز خاصی نداریم. یادم در این مصاحبه از آقای میرباقری خوندم بر سر سریال امام علی که میگفت به دلیل در واقع تشتت آرایی که وجود داشت بین مورخین، ما در نهایت با یک فاصله زمانی کم بین اون مقطع خلافت حضرت علی و زمانی که تازه شروع در واقع نبوت پیغمبره و فیلم الرساله، فیلم محمد رسول الله آقای مصطفی آغاد ساخته شده، به نتایج تحقیقات مورخان مصری در طراحی اون فیلم اقتدا کردیم. برای همین هم اصلا میگم مثلا اون زره مالک اشتر در امام علی بسیار شبیه زره حمزه در دوتا جنگ فیلم الرساله. ولی اینجا معیار چی بود؟ یعنی مثلا رنگ چشم امین مهدوی باید چیکار کنیم که میخوایم بگیم این با تثبیتش به عنوان نقش حضرت مسلم؟ اتفاقا جالب این رو بدونید که من دوبار گریم شدم، یعنی یک بار با لنز مشکی و ما رفتیم آران و بیدگل کاشان کار رو کلید زدیم، افتتاح شد با ورود حضرت مسلم، یک هفته فیلم برداری شد، یه اتفاقی برای دوربین افتاد. برگشتیم اومدیم تهران، راشا رو آقای میرباقری رفتید گفت من لنز نمیخوام. کار به هر حال سینماست، تخیل این یک نفر تو بنی هاشم چشم رنگی داشته باشه، این رو هم عرض بکنم، من خیلی بعد از آقای میرباقری تشکر کنم بابت اینکه من نقش حضرت مسلم رو بازی بکنم. خیلی جنگیدن، خیلی از مدیران مخالف بودن، خیلی از مدیران بخت اون موقع مخالف بودن که من بازی بکنم، و یکی از دلایلی که ایشون نقش من رو عوض کرد این بود که یک سری بازیگر قرار بود تحمیل بشن که خواست در حقیقت غیر تخصصی بود برای این نقش، و مخالفتشون در... فقط از این زاویه که چرا فلانی نه و فلانی نبود، یا اینکه با خود تو هم مشکلی داشتن؟ نمیدونم، من این بخشش رو دیگه نمیدونم. برای مشکل داشتن زود بود آخه اون موقع. نمیدونم راستش حالا داشتن یا نه، ان شاءالله که نداشته باشن. عرضم به حضورتون این که ولی خب بخش چشم رنگی بود، اینها بود. خب یه بخشی که در حقیقت گریم ما رفت به اون سمت، این تمثال‌هایی بود که حالا سال‌هاست دیگه نیست. یه مقدار شباهت‌های شاید ظاهری بوده، به این سمت حرکت کردیم و رفتیم جلو. و ولی آقای اسکندری بود دیگه، آقای ولد بیگی بودن، آقای اسکندری مشاور بخش ویژوال بودن، ایشون هم بله نظر داشتن روی کار، ولی استاد ولد بیگی عزیز که براشون آرزوی سلامتی میکنم این روزها و جاشون بسیار خالی در عرصه حرفه سینما، طراحی کردن و بسیار هم جذاب بود برای من. ما با لنز مشکی رفتیم، بعد که راشا دیده شد آقای میرو گفت نه، انرژی چشم همین گرفته شده، من میخوام رنگ چشم خودش باشه و خودم پای این قضیه وای میسم.
همچنان هم هست مخالفت‌هایی که معتقدن من برای نقش مسلم مناسب نبودم، ولی جالبه بحث که 10 دقیقه ادامه پیدا می‌کنه، میگه اون صحنه که تنها شدی چقدر بی‌نظیر بود، اون صحنه فلان بود. بعدمون خب اونم کارهای در حقیقت هنر جناب آقای میرباقری و خدا رحمت کنه آقای جوان روح بزرگوار رو که فیلم بردار اون کار بودن، ولی یه سری اتفاقات با منزه سر کار افتاد. من تقریبا دیگه شده بود جوک صحنه، صحنه در مختار نیست که من به عنوان نقش مسلم بن عقیل علیه السلام بازی کرده باشم و دوباره اتفاق نیفتاده باشه. دوباره که عرض میکنم تکرار موقع ضبط نیست، و ما ضبط کردیم اوکی شده، حالا بعد از چند برداشت و به هر دلیلی صدا نور نمیدونم هر اتفاقی که افتاده راش رفته لابراتوار چون نگاتیو ما میگرفتیم، یه اتفاقی براش افتاده مثل همین دوربینه که الان گفتی تو سری اول، اصلا یکیش که خیلی عجیب غریب بود که باعث نجات یک بچه شد. یعنی ما یه پلانی رو گرفتیم، من یه جای جلو دارالاماره یه سخنرانی میکنم، یه جایی به اصطلاح خودمون تو بازیگری صدام لیس خورد، یه جیغ کوچیک اومد توش و منم حالا وسواس رو این قضیه رفتم با آقای میرباقری، آقای میرباقری میشه خواهش کنم اینو تکرار کنم؟ آقای میرباقری هر وقت من میگفتم اوکی میکرد، گفت نه خوب بود. گفتم این اتفاق، گفت طبیعیه. رفتیم آقای شهزاده گفتیم صدا بردار اون کار بودن، گفتم که اما اینجوری، گفت نه همین خوب بود، خدای چرا امروز انده از بگی که با یه پلان بسته هم از بذاری من اینو بگیرم. مثلا این اتفاق خرداد ما افتاد، مهر ماه من هوای تهران بارونی بود، به من زنگ زدن که بیا همون پلانه رفته لابراتوار سوخته، اصلا نیست پلان، دوباره بگیر. اتفاقای دوره نگاتیو. بله بله. ما برگشت میگفتیم آقا اون موقع خرداد بوده، آفتاب بوده، بارون. حالا تو بیا، ما اومدیم احمدآباد مصطفی توی دکور بارون میومد، بچه‌هام داخلی کار میکرد، ناهاری خوردیم، من گریم شدم و اینها. بعد نهار آفتاب شد، دوربینو گذاشتن و ما پلانه گرفتیم. یه بچه‌ای هم بود اونجا میچرخید و اینها. و دوربین جمع شد رفتن یه سری پلان دیگه، مثلا هنرورا بود تو گروه، بچه یکی از نقشه بود، الان شاید راضی نباشم من بگم چون کامل مشخص میشه اون روز خاص. من گیریمم پاک کردم و آقای علی کریم اون موقع دستیار آقای میرباقری بودن، خونهشون ترامپاس نزدیک خونه ما بود، گفت با هم بریم، من ماشین آوردم وایس و ما رفتیم کنار ماشین شدیم. 10 دقیقه گذشت رو بعد وسط اینکه منتظر من باشیم بچه از بین ما رد شد رفت تو دکور. من گفتم شاید داره دنبال ما، 4 سالش بود. بعد من رفتم کنار ماشین علی وایستادم، دیدم نعیمت زنگ زدم علی، همین یه تغییر تو برنامه‌ریزی فردا پیش اومد، من یه 20 دقیقه طول می‌کشه، 20 دقیقه نیم ساعت ما یک ساعت اونجا بودیم، یهو دیدیم یکی جیغ زد و یکی از بچه‌های صحنه یه چیزی دستشه سیاه رنگ، این بچه میره تو حوض مسجد کوفه پای سر می‌خوره میفته تو آب، آبی که حالا لجن بسته نمی‌دونم پر برگ آشغاله، و نه اینکه دست و پا بزنه، این بچه اون تو می‌افته تقریبا خفه میشه و میاد روی آب مثل دور از جونش یه جنازه. بچه های صحنه اینو میبینن میگن این عروسک مال کیه، مادرش هم حالا دنبال بچه جیغ میزنه این بچه من. حالا شما تصور، سه ماه قبل یه پلانی خراب شده، من بدون هیچ برنامه‌ریزی باید بیام اینجا، یهو دیدم یه بچه سیاه کبود بدون جون دارم میام و هیچ راننده‌ای قبول نکرده، میگه گفتن این از بین رفته، ما نمی‌کنیم این کارو، نمیبریم بیمارستان. حالا به هر تقدیر من یه شتاب و سر و صدا و یهو دیدم این بچه رو دارم ماساژ قلبی میدادم، تنفس دهان به دهان و اینا، یه نیم ساعت این پروسه طول کشید، بچه بر نمیگشت. بعد نیم ساعت یه تیک کوچیک زیر دست من خورد، حالا برگشت و تمام شد، ما آوردیم بیمارستان آتیه و بیمارستان هم گفت این بعد سه روز آی سی یو، ولی یک قطره آب تو ریش دیگه نیست، و توی اون 3 دقیقه پیکشین رفت اومد. و برای من مثلا جالب بود یه پلانی که ما اصرار کردیم نشود و تصادف، و از این اتفاقات ما زیاد داشتیم. مثلا یک جای این چراغ LED که برای فوکوس دوربین طراحی میشه معمولا هرزی نور به داخل نداره، شاید 1 در 1000 توی دوربین های حرفه‌ای، باز پلانی بود انجام شد، دوباره اومدن گفتن آقا این هرزی داده داخل اون تیکه کلا سوخته، دیگه جوک شده بود دیگه. یعنی بچه‌ها همیشه گفتن خب امین که این سکانس رو گرفت، دوباره 2 ماه دیگه می‌بینیمش، و ما هر از گاهی دلمون برای گروه تنگ می‌شد دوباره می‌رفتیم پلان تکراری می‌گرفتیم. اینم برای من خب یه مزیتی داشت، اگر اونجا چیزی احساس می‌کردم می‌تونستم اضافه بکنم، تو تکرارا اضافه می‌کردم و در واقع از اون اتفاق منفی استفاده. دقیقاً و واقعا اینجا عرض می‌کنم خدمتتون، جلوی دوربین آقای میرباقری شما فقط بازیگرین، و این یه نعمت برای بازیگر که احساس بکنه همه چیز درست، و فقط باید رو بازیگریش تمرکز کنه و به هیچ چیز دیگه فکر نکنه. و خب من این سعادت رو حداقل فکر میکنم 3 بار با آقای میرباقری داشتم، در امام علی در معصومیت از دست رفته، 4 بار در مختار و در شاهکوش. امام علی رو خودشون یادشون نبود، من دانشجو سال اول بودم، یه صحنه کوچولو اومدیم بازی کردیم و
یادگاری کنار آقای پرستویی داشتیم اون عکس و صحنه رو و سعادت است باشون کار کردن. بله بله. این نکته مربوط به حالا یه مقدار خجالتی بودن یا راحت نبودن از اینی که آدم تو چشم باشه رو خیلی بحث مفصل در موردش داریم اصلا که چگونه برای مردم میتونه قابل پذیرش باشه که کسی که کارش اصلا توی یک قابی حضور پیدا کردن و جلب نگاه ها به خودشه با این اتفاق اوکی نباشه. حتی من مثالشو میذارم، خیلی از کسایی که چه در سینما ایران چه در سینمای فرنگ به عنوان بچه پررو، اسیانگر، شورشی، پرخاشگر توی فیلم ها شناخته شدن، آدم های خجالتی، کم حرف، انزوا طلبی بودن حتی، و ترکیب عجیبیه. خب میتونی درباره اون مرز راحت بودن جلوی تماشاچی یا جلوی دوربین و این بخش حجب و حیا حرف بزنی یه مقدار؟ من یه مثالم براش دارم ولی ترجمه دارم تو مرحله بعدی بگم. عرضم به حضورتون مثال از خودت عرضم به حضورتون این که ژرارد دپاردو یه جمله خیلی قشنگی داره، میگه من عاشق بازیگر خجالتی هم و از بازیگر پر رو بدم میاد. دپاردو. بله بله بله. عرضم به حضورتون این که شاید بخوام یه مثالی بزنم فیزیکی خوره شبیه باشه، مثل شنا کردن میمونه. شما وقتی تو آبین خودتونین و خودتون، یه رهایی دارین که لذت اون غواصی، لذت اون شنا کردن به شما یک در حقیقت انگیزه میده برای ادامش. برای من بازیگری اینجوریه، یعنی تنها جایی که احساس میکنم رهام، تنها جایی که احساس میکنم هیچ سانسوری برای خودم ندارم و اجازه دارم سانسور نداشته باشم و خودمم و خودم. درست دوربین هست، صدا بردار هست، تئاتر هرچی، ولی یک جور شنای توی استخر خصوصیه برای من که خیلی لذت بخشه. حالا بیرون اومدن از اون استخر هست که موزل منه. یعنی من خاطرم از یه بار رفتم کیش، رفتم تو آب، یه سری آدم اومدن بیرون، من دیگه داشتم آب پز میشدم تو اون آب، هی میگفتن آقا بیایم بیرون صحبت بکنیم، گفتم میشه شما برین بعد من بیام. خب مارو براندو هم تعریف قشنگی داره، یک جور بازیگری اوریان شدنه، اوریان شدن روح آدمه. من تو آب میتونم این اتفاق رو برای خودم ایجاد بکنم ولی بیرون آب منزل دارم، بیرون آب دیگه خصوصی نیستی، بیرون آب این اوریانی در اختیار بقیه هم هست و من اینو دوست، من نمیتونم در حقیقت باش کنار بیام. برای همین همیشه دلم همیشه میگفتم کاش یه کاوری داشتم، جلو دوربین کارو همین کردم، میخواستم برم خونه قیافه رو عوض میکردم، یه تغییر چهره میدادم، میرفتم زیر. اینو به عنوان در حقیقت پدرم خدا بیامرز یه بار یه نصیحت به من کرد، گفت یه سازی حتما یاد بگی، خلوت خودت میخوای آروم بشی. من متاسفانه اون ساز خلوتم هم همین بازیگری و کاش میشد که خلوت واقعا آدم داشت، مثل نقاشی، مثل خطاطی، مثل موسیقی، تو تنهایی خودت بتونی اینو تجربه بکنی، ولی متاسفانه من این ساز خلوتیم همین بازیگریه و هنوزم بعد از این همه سال با اینکه خیلی از حاشیهش خستم عاشق خود این کارم. یعنی زمانی که من جلوی دوربینم یا رو صحنه تئاترم احساس میکنم عمرم متوقف شده، زمان بر من سپری نمیشه، سلولان پیر نمیشن، اکسیر جوانیه برای من در اصل. تنها مثالی که میتونم بزنم مثل این میمونه که شما ناراحت باشین از اینکه با لباس شنا جلوی چش مردم ظاهر بشین و مردم مثلا بدنتون رو با اون لباس ببینن، ولی وقتی میرین تو آب دیگه خیلیتون راحته. ولی اگه بخوام همین مثال رو امتداد بدیم، اون موقعی که دارین شنا میکنین ناراحت نیستیم که مثلا 20 نفرم باشن؟ نه اصلاً، اصلا اون موقع فقط به شنا فکر کنم. حالا اینو من میخوام وصل کنم به اینی که مثلا توی همین تئاتر اخیری که منم خدمتتون اومدم و دیدم، خوشم خدمت مننت گذاشتن سرما، دوست داشتنی زنده یاد استاد محمد، نه این متن آقای نصیریان بود. بله بله، دیوان تئاترال بود. بله 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 بله، این متن بنگاه تئاترال بود که آقای مرزبان اجرا کرده. بله، نوشته آقای نصیریان بودن، نوشته علی نصیریان، درست اصلا همون مقطعی هم بود که همزمان خودشون هم روی صحنه تئاتر شب بودن. بله 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 بله. توی بنگاه تئاترال شما یه جور حالا یه راوی که داره موزیکال هم کار میکنه و میخونه، ولی اونجا فراتر از بحث خوندن، حتی یه جایی مثلا تصوری که آدم‌ها به عنوان یه آدم محجوب از امین زندگانی دارن، اونجا حتی قرائتوارم داره و صداشو بالا و پایین میبره و اینها. میخوام اینو بگم، میخوام بگم یه وقتایی اصلا اتفاقهایی در اون محدوده اجرا میفته که مال خود آدم نیست، یعنی بله. انگار بگی که یه بخشی از فردیت پنهانته و اونو بیرون کشیدی نیست،
اونجا فقط اتفاق میفته. شاید هم باشه محلی برای بروز نداشته، یعنی همین در حقیقت چارچوب هایی که چرا آره. مهمونی بگیریم شما رو دعوت کنیم نه اونجا ما خجالتی هم آره دیدم آره اونجا عرضم به حضورتون این که آره خب مثلا کار آقای مرزوم من واقعا 5-6 روز اول خیلی سختم بود میومدم رو صحنه، خیلی دوست داشتم این آزادی عمل رو داشته، چون اصلا این در حقیقت وقتی با آقای مرزمان راجع به نقش صحبت کردیم گفتم یه جمله بد هست تو بازیگری، هر کسی که بد بازی میکنه میگن تئاتری بازی کرد و این یه اشکال از در حقیقت فرهنگ وارداتی تئاتر بس مفصل مقاله مفصل دارم در این مورد که اصلا همچین عبارتی وجود نداره که چیزی رو تحت عنوان بازی تئاتری بخوای و نام بذاری یا مهر منفی بذاری. بله بله، یعنی به نوعی حالا شاید مکتب دلسارتی بوده که چون از آب گلالود ماهی گرفتن، یعنی من گفتم من میخوام این آدم رو بازی کنم، آدمی که به زعم خودش داره خیلی عجیب غریب ولی اون فرهنگ وارداتی بازیگری رو داره و خیلی کلن داره غلط بازی میکنه، خیلی هم ریسکه برای اینکه تماشی فکر کنه چرا اینجوری بازی میکنه، دقیقاً 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 عرضم حضورتون به این سمت حرکت کردیم. خب هدایت آقای مرزبانم خیلی کمک حال من شد و حالا اینکه این تیپو کلا عوض کردیم، مثلا وسایل مدرن تر آوردیم، میکروفون در حقیقت بلوتوث آوردیم برای خوندن، نمیدونم اون اسکوتری که من ازش استفاده میکردم، تلفیقی که اینا با هم داشت، اصلا کاملا انگار بچه امروزیه که افتاده تو اون دوره در حقیقت تاریخی. خب اینجاست که بازیگری من برای من جذاب میشه که یه بخش از جذابیت کار تاریخی هم برای من همینه، یعنی جادوی زمان از بین میره، برای من اینجا جادوی محدودیت از بین میره. شاید من دوست داشته باشم تو زندگی زمان انقدر آدم بیرونی باشم و انقدر آدم خودشیفته‌ای باشم و استانداردهای زندگی چه اونایی که بهم تحمیل شده چه اونایی که خودم ایجادش کردم مانع از این آزادی و رهایی بشه. این دقیقا همون بخش خصوصی دلیه خودم. یواش یواش یه ذره که گذشت و دیدم تماشاگرم تقریبا باهم ارتباط برقرار کرد و جذاب شد براش، آرام آرام راحت شدم. الان به جرئت میتونم بگم مد تئاترایی بود که من کسی رو دعوت نکردم. آره ترجیحاً بلیط بخرم بیام ببینم، من به کسی نگم بیان کار منو ببینید. آره من پیدا میکنم همون چیزی. دقیقاً آره 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 دقیقاً. ربط داره سوالم به همین بخش مربوط به یه فضای خصوصی خلوت امر رو ترجیح دادن و از اون طرف حواشی که بازیگری و اصلا توی ویترین و قاب بودن به وجود میاره. سوالم رو بر مبنای اون چیزی که مثال زدی گفتی صمیمیت توی اجرای خیلی از مجری ها باعث یه جور حرفای نامربوط میشه به حساب نظری، یه آدمی با این روحیه چطور مثلا هر دو نوبت با بازیگر ازدواج میکنه؟ یه جوری چیز دلیل داره ریسکه یا نه؟ یکی میگن همدلی از همزبانی خوشتر است، یکی برمیگرده به این بخشه که اینکه واقعا شما خودتون کامل در جریان هستیم، ما تایم کاریمون انقدر بالاست که شاید بیش از خانواده با همکارانمون داریم زندگی میکنیم. یعنی وقتی من یک سال و نیم سر ملک سلیمان یا 3 سال سر مختار بودم، یه وقتی بغض میگرفت منو، خب دوستام همه سر کار بودن، بچه های اتاق گیریم که تک تکشون الان خاطرات بی‌نظیری با هم داریم، همکارانمون، خب قاعدتاً تو این فضا و حالا آدمی که خیلی در فضاهای دیگه هم حضور نداره، یعنی منو ول کنن لوکیشن خونه، این وسط این جای دیگه ای مثلا بگیم استخر اینا وجود نداره، لوکیشن خونه خونه لوکیشن، خب شنوه فقط مثاله. بله آره آره دقیقاً مثاله. یعنی واقعا الان من شاید به جرات بگم 3 ساله بجز این فیلمی که ما کار کردیم برای یگان ویژه که من ناچار بودم تو شنا بکنم، برای تفریح سخت نتونستم برم. عرضم بزرگ این که داشتی مثال میزدین از بله، مثلا بله. دوستان همه سر کار، آره سر کار ما بیشتر داریم با اهالی فن خودمون زندگی میکنیم، مطمئنن خیلی اتفاق میفته که گرایشات عاطفی شما هم تو همین فضا اتفاق بیفته، علاوه خصوص آدمی مثل من که محدودیت داره در زندگیش، اگر صبح قرار باشه 5 صبح سرویس بیاد دنبالش نمیتونه شب 2 شب بخوابه، اون رو فرداش نمیتونه بازی بکنه. من یه بر خودم یه چیزای قائلم، میگم وقتی سر کارم این کار شوخی نداره، من نمیتونم 2 شب از یک محفل خانوادگی مهمانی بیام خونه و ساعت 5 صبح برم سر کار و 12 ساعت کار بکنم و سر حال بشم و کار مفیدی تحویل بدم. این هستش که
این برای شما یه سری محدودیت روابط ایجاد میکنه، ضمن اینکه همه کس حرف شما رو نمیفهمن. یعنی اگر شما بدون من واقعا مثلا با الیکا نمیتونم بگم ازدواج کردم، الیکا دوست منه، ما با هم همزبانیم، حرف مشترک داریم، حرف برای گفتن داریم و خیلی هم داریم. یعنی بعضی وقتا که خسته میشیم با هم حرف میزنیم. خب شما با یه کسی که از جنس خودت نیست و شغل تو رو نمیشناسه، حرفه حساسیت ها و خستگیات رو نمیشناسه، یه وقتی شما میدونین وقتی از یه پلانی میای که احساس میکنی تو خودت خوب برگزارش نکردی، اون روز جهنم داخلت، یعنی اصلا دلت نمیخواد با کسی هر. خب یه آدمی که آشنا به کارت نباشه نمیتونه اینو در شما درک بکنه. بعد مثلا 3 ماه 4 ماه مثلا خیلی از دوستان یا همکارانی که اتفاق میفته، یه با دیوونن اینا، اصلا نمیشه، نرمال نیستن، یه روز حالش خوبه یه روز حالش بده. خب همسنف تو اینو میتونه بفهمه و همسنف تو میتونه محیط خوبی برای توی خونه ایجاد بکنه که بتونی فردا بری سر کار پر انرژی بری. و در حقیقت چون خیلی کار ما وارداتیه و ما با تربیت‌های سنتی که داریم مقدار زیادی تضاد پیدا میکنیم، در نتیجه فرهنگش با خودش نمیاد، اونقدی هنوز نیومده، خیس نخورده تو جامعه، یا انقدر از اون ور پشت اون میافتیم که دیگه نمیتونیم بگیم طرف ایرانیه، یا دیگه انقدر این ور محدودیم که توی بازیگری اون تاثیر میذاره. این بینابین راه رفتن و حرکت کردن یه همراهی میخواد که بتونه درکت بکنه، بفهمتت، حساسیت های کاریتو بشناسه. خب دفعه اول شاید شور جوانی بوده و بی‌تجربگی، ولی ایشون هم بسیار هنرمند بزرگی بودن در دوره خودشون و متاسفم که الان نیستن که فعالیت بکنن در این عرصه. و شاید ایشون بچهای جدید ممکنه نشناسن، اما میگم خانم مینا، بله بازیگر که برای فیلم دیدار آقای معرض سیمرغ گرفتن، بسیار بازیگر خوبی بودن، بسیار با استعداد بودن و من نمیتونم ایراد خاصی بگیرم که مثلا به این دلیل چون همسنف بودیم نشد کار. نه، یک جاهای چرخ دنده های زندگیت، چرخ دنده های شخصیت مچ نمیشه با هم. این گناه نه از طرف مقابله نه از شما. منطقی ترین راه رستم یه تعبیری داره که من توی پشت صحنه فیلم شیرین دیدم که میگه اصلا چیزی به اسم خیلی پسر بدی بودی، خیلی دختر بدی بود وجود نداره. اصلا این آدم برای این آدم با این آدم یک عدم تناسبهایی به وجود میاد. بله فنجون و نلبکی باید مال هم باشن که رو هم بشینن. یه وقته شما به دلیل هر نوع شور و اشتیاقی که وجود داری یا کمی تجربه تو شناخت خودت و بعد آدم ها ممکنه یک انتخابی بکنی. خب منطقی ترین و سعی ترین راه اینه که آدم ها اگر پخته باشن برسن به این نتیجه که ادامه راه درست نیست، هم تخریب برای اون طرف هم تخریب برای این طرف. من واقعا بعد از این همه سالی که گذشته همچنان برای ایشون و هنرشون احترام قائلم. بازیگر بسیار خوب و درخشانی بودن، جاشون بسیار خالیه. و خب سالها فاصله افتاد، دوستی من با الیکا بسیار طولانی بود، آشنایی ما شاید بالای 13 سال 12 سال بود، شناختی که از هم دیگه داشتیم. و خب در من این امنیت رو، چون من تصمیم گرفتم دیگه این اتفاق تکرار نشه توی زندگیم، این امنیت رو در ذهن من ایجاد کرد که خب می شود رفت زیر یه سقف و اون معضلات رو نداشت. و خدا رو شکر الانم بعد از داریم دیگه به 4 سال میرسیم ازدواج و زندگی متأهلی، همچنان همون در حقیقت ویژگی ها وجود داره. امیدوارم من هم برایشون این ویژگی ها رو داشته باشم و نمیدونم، شاید این آخرین باری باشه که این اتفاق افتاده برای من. ولی باز هم فکر میکنم اگر شرایطی در آینده بخواد به وجود بیاد، ما بازیگرها خارج از فضای خودمون سخت، داخل فضا هم کار کردن سخت. به هر حال یه روزی من مطرح‌ترم، همسرم کمتر، یه روزی همسرت مطرح‌تره، تو کمتر، باید بتونی اینا رو بپذیری. یه روزی تو خیابون میری تو رو بیشتر به اسم میشناسن، یه روزی تو خیابون میری همسرت رو بیشتر به اسم میشناسن. خیلی نظرات مختلف این علل خصوص فضای مجازی که کلا بی‌نظری انگار جرمه، آره همه صاحب نظر شدن. خب بعض وقتا انتقادهای خیلی تند و خشن و بی‌رحمانه‌ای میکنن نسبت به اینکه وای این به این میاد این به این نمیاد و اینا، ممکنه دل آدمی بگیره بشکنه یا ناراحت شه. ولی به هر حال یک جوری نمیتوانیم خارج از این سیستم ورود بکنیم، نه خیلی من توصیه میکنم که این اتفاق بیفته، چون اون وقت ارتباط خانوادگی یه مقدار تحت شعاع کار قرار میگیره. مثلا بارها شده من الیکا هفته هم دیگه رو ندیدیم، بیش از 1 ساعت شاید بعد از 2-3 روز یه کوچولو هم دیگه رو دیدیم، اون سر کار بوده، روز کار، من شب کار بودم فلان. نمیتونم نه توصیه بکنم نه در حقیقت نهی بکنم از این کار، ولی در واقع آدم روکرد شخصی خودش. دقیقاً. ولی یه چیزی که برای من در این شناخت مشخص شما جالب بود اینی که ما مثلا توی کارهای کمدی
توی بعد از انقلاب با محدودیت ها و شرایط معمولا بازیگران خانم فقط همراهن توی کارهای کمدی. مثال میزنم، مثلا در فیلم مومیایی 3، حالا ما عرض هنرمند الان اسمش هم از فیلم دیدار آوردیم، مثلا مهتاب کرامتی خودش کمدی رو به وجود نمیاره، کنار داستان در واقع داره همراهی و حضور پیدا میکنه، ولی الیکو عبدالرزاقی بسیار اوقات تا جایی که نزدیک میشه به کمدین پیش میره. بله. و این توی روحیه ایرانی، اونم به ویژه آدمی که تو میگی، مثلا من چون قرائتوار توی نقشم تو بنگاه تئاترال زیاد در می آوردم، خیلی خودم دوستانم و اصلا دعوت نمی کردم که بیان ببینن، یه تضاد جالبی به وجود میاره. یعنی مثلا میگه، مثلا فرض کنید مثلا شوهره به همسرش میگه که ببین این شکلک ها رو تو کارهای مدیری در نیار، خوب نیست، درست نیست، آخه مثلا سنی ازت گذشته. این تضاده بر من همیشه جالب بود، یعنی حتی تو مثلا جشن دنیای تصویر اون اجرایی که الیکا در زمان یادش بخیر علی معلم ما داشت، خیلی اونجا خودش رو هم دست میندازه. بله بله. خب این یه روحیه‌ای میخواد، یه سلف پارودی میخواد. خب از این بابت ما تو زندگی خصوصی خیلی به هم نزدیکیم، یعنی خیلی وقتا دیگه مثلا یه کسی دوربین مخفی بذاره میگن دوتا دیوونن، یعنی اینقدر دارن مسخره بازی در میارن، ادا در میارن اینها. ولی نه، من واقعا مثلا تو اون جشن خودم نشسته بودم افتخار میکردم که اینقدر الیکا داره جمعو تو دستش میگیره، اینقدر خنده های خوب، اینقدر لحظات خوب ایجاد میکنه. نه، من واقعا وقتی که به شخصیت های حقیقیمون طرف هستیم، من هیچ در حقیقت محدودیتی رو برای الیکا نه دوست دارم قائل بشم، نه خودش این رو در حقیقت میپسنده. و حالا اینا رو ایشالله ما در یک برنامه ایشون هم دعوت میکنیم، مفصل رو میگیریم ببینیم چقدر راست میگیریم. آره. پس با این بخشش نه تصویرش هم میکنم. آره آره. به من در واقع سوال، ولی من سوال آخرمه، ولی شما میتونید حرف نهایی رو جداگانه هم داشته باشین. میخوام سوال کنم از بازی در فیلم فصل فراموشی فریبا. بله. که شاید برای بیننده‌هایی که فیلمو ندیدن و این فیلم بسیار خارج از ایران دیده شده، نکته جالبی باشه که امین زندگانی با این وجنات و شخصیت اونجا نقش یک لومپن خیلی نعره‌زن پرسرصدایی رو بازی میکنه و خیلی در واقع برای شخصیت اصلی فیلم فریبا که خانم ساره بیات از بازی‌های خوبشه اون فیلم، مسائل زیادی رو به وجود میاره. یه ذره به اون نقش برامون بگو که ما هم در نهایت بخوایم یه بخشی ازش رو نشون بدیم توی برنامه کار آقای عباس رافی. والا من خیلی متاسفم برای این فیلم که اون قدری که شاید جاش بود دیده نشد. به نظر من فیلم خوش ساختی بود، مضمون خوبی داشت، بازی خانم بیات و سایر دوستان، هومن کیایی و خیلی خیلی از دوستان دیگری که تو این کار بازی کردن، بسیار در حقیقت میلیمتری خوب و سر جای خودش بود. اونایی که اصلا در تئاتر هم بسیار توانایی و هنوز در سینما کاراش خوب دیده بله نشد. بله، متاسفانه. عرضم به حضورتون این که من یک تجربه اینچنینی در تئاتر داشتم، یه سعادتی داشتم در کار پایین گذر سقاخونه نقشه همون رو هم بله با آقای مرزبون. بله با آقای مرزبون، از شاهکارهای آقای رادی بزرگ و زنده یاد اکبر رادی. خب من رو صحنه تئاتر رو تجربه کرده بودم. به هر حال ما ایرونی ها هر کارمون بکنن اون ته همون یه پسری داریم که تو کوچه دست به یقه شده دعوا کرده. ته همون هنوز فیلم فارسی دوست داریم و من معتقدم فیلم فارسی در جایگاه خودش بسیار محترمه و خلأش الان در سینما ایران واقعا به چشم میاد. با این کاراکترها آشناییم به نوعی، یا دیدیم، یا یه دایی داشتیم، یا عمو، یا یه بچه محلی داشتیم، باش بزرگ شدیم، خیلی دور از خودمون نیست. برای منم خب یه تجربه بود، من دوست داشتم چهرهام بریزم به هم، دوست داشتم اون یعنی من فکر کنم اصلا جذابیت بازیگری به اینه که خودت با خودت مسابقه داشته باشی و رقابت داشته باشی. خواستم که این ریسکو بپذیرم که خودمو تخریب بکنم، تماشاگر جور دیگه ای من رو ببینه، ولی متاسفانه نه اکران خوبی گرفت، نه در جشنواره در زمان خوبی اکران شد و شاید به نظر من در حقش یک مقدار کم لطفی شد. و همین چنین بازی سرکار خانم بیات که خب جوایز زیادی هم تو جشنواره مختلف گرفتن، ولی در ایران اونقدری بهش بها داده نشد و من خودم برام یه تجربه بسیار خوبی بود کنار آقای رافعی. شاید آقای رافعی هم اوایل خیلی اعتماد نکرده بودن، چون یک نگاه دیگری داشتن، یه مقداری دوست داشتن بیشتر به سمت لومپن بره این آدم، حالا اون سیبیل همیشگی و فلان اینها. من یه خورده اصرارم این بود، با هم خیلی نشستیم حرف زدیم، خب آقای رافعی اعتماد کردن و به این سمت رفت کاراکتر که در حقیقت یک جوونکی باشه که
خشونت‌های ذاتی درونش، اون محدودیت‌های اجتماعیش، اون حالا کاری که کرده توش مونده و حرف جامعه خانواده‌ای که حتی یه جایی ترحم‌انگیزه. دقیقاً یعنی بیش از اینکه منفی باشه شاید نفهمه، شاید شعور پایین یا درک پایینی از همه چیز داره و